با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، یک برنامه دیگر رو از سری روز ششم با همدیگه آغاز میکنیم. من کشیش شهریار هستم و خوشحالم که در کنار همسرم مینا امروز در خدمت شما هستیم. بله عزیزان، منم سلام عرض میکنم و با امید به اینکه وقت خوبی رو با هم داشته باشیم شروع میکنیم برنامه امروز رو. ما در برنامه های گذشته در مورد اینکه چطور بتونیم با همدیگه یک رابطه پر از محبت و صمیمی داشته باشیم صحبت کردیم، اینکه چطور بتونیم عشق رو به وجود بیاریم، حفظش بکنیم، چطور عشقمون رو به همدیگه نشون بدیم، این عشق چه طرز بیانی داره، چه جلوه هایی داره، تمام اینها رو با همدیگه صحبت کردیم. امروز عنوان برنامه ما هست هدیه دیگر. در مورد هدیه دیگر امروز با همدیگه صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اون من میخوام باز یه مرور کوچیکی بکنم از برنامه گذشته. در برنامه گذشته ما در مورد وقتی برای او صحبت کردیم، چون خیلی مهمه اینکه زن و شوهر باید با همدیگه وقت بگذرونن، وقتی که مخصوص به همسر ماست، وقتی که قاطی نمیشه با کار دیگه، قاطی نمیشه با فعالیت دیگه، فقط برای متمرکز شدن روی همدیگه هست. شیرین ترین هدیه ای که ما میتونیم به هم بدیم اینه که با هم دیگه وقت بگذرونیم. حقیقتا وقت با ارزش ترین چیزی که هر کدوم از ما داریم. از کسی که توی کوچه میخوابه تا رئیس جمهور آمریکا، همه 24 ساعت در روز بیشتر وقت ندارن. هیچ کس نمیتونه بهش اضافه کنه، هیچ کس نمیتونه ازش کم بکنه. پولو میشه زیادتر به دست آورد یا کمتر، میشه هدایا رو بزرگ و کوچیک کرد، خونه رو میشه کوچیک و بزرگ کرد، ولی وقت همه فقط 24 ساعته. با ارزش ترین چیزه، نه کم میشه نه زیاد و قابل برگشت نیست، قابل تبدیل هم نیست. پس نکاتی هست که باید رعایت بکنیم در این وقتی که با هم دیگه میگذرونیم. ما میتونیم با هم بودن این وقت رو بگذرونیم، این هدیه رو به هم دیگه بدیم، با هم باشیم، با هم گفتگو بکنیم، گفتگوی متمرکز روی سوژه خاصی. در این گفتگو هم ما نکات عملی رو باید در نظر داشته باشیم که من سری قبل در برنامه قبلی براتون صحبت کردم. مثلا گفتیم که وقتی با همسرمون حرف میزنیم باید به چشماش نگاه بکنیم، در وقتی که داریم بهش گوش میدیم و همسر ما داره با ما حرف میزنه باید مشغول کار دیگه ای نباشیم، ضمن گوش کردن در پی این باشیم، دنبال این باشیم ببینیم چه احساساتی پشت سر این کلمات هست، واقعا از کجا ریشه میگیره. فقط همینجوری نشینیم بربر نگاش بکنیم، بلکه خودمونم بگردیم و ببینیم پشت این کلمات چی هست، به حرکاتش، به جست هاش بله گاهی وقتا زبون بنده هم میگیره، باید به حرکات بدنش توجه بکنیم، این بادی لنگویجش، این طرز حرف زدن بدنش، اون چیزی که نشون میده با صورتش، با چشماش، با انگشتاش، با طرز نشستنش، با فرم پاهاش، با تمام اینها اون چیزی رو داره به ما بیان میکنه، اونو باید به دست بیاریم. و اینکه بالاخره حرفش رو قطع نکنیم. و میرسیم حالا به هنر حرف زدن. بله، هنر حرف زدن خیلی کوتاه و جزئی تونستیم در برنامه قبل در موردش صحبت بکنیم. و وقتی که میگیم برای اینکه بتونیم بهترین هدیه رو به همسرمون بدیم، یعنی وقتی برای او داشته باشیم، گفتیم هم نیاز داریم به هنر گوش کردن و همچنین که شهریار جان قبلا توضیح دادن هم نیاز داریم به هنر حرف زدن. پس برای یه گفتگوی متمرکز و سازنده نه تنها باید دلسوزانه با مهر و محبت گوش بدیم، بلکه باید یاد بگیریم افکار و احساسات خودمونم فاش کنیم. چون وقتی یه زن میگه که آرزوی من اینه که با تو وقت بگذرونم، آرزوی من اینه که شوهرم حرف بزنه، چون من اصلا نمیدونم احساساتش چیه، خوب نمیشناسمش، اینقدر با من حرف نزده و وقت نگذرونده، در واقع گفتیم داره میگه که من خواهان صمیمیت هستم، میخوام نزدیک بشم، میخوام صمیمی بشم، میخوام تو رو بشناسم. و در این شناخت بیشتر زندگی ما بهتر خواهد شد. اگر از هم شناختی نداشته باشیم نمیتونیم همدیگر رو کمک کنیم، نیازهای همدیگر رو برآورده کنیم و زندگی ما، زندگی زناشوییمون رنگ بهتری بگیره. پس برای اینکه همسر ما احساس بکنه که مورد مهر و محبت قرار گرفته، شوهر باید اونیز دلش رو برای همسر باز کنه.
پس اگه نیاز عاطفی همسر شما وقت گذاشتن برای یکدیگره و در حسرت یک گفتگوی سازنده و متمرکز هستش، تا شما افکار و احساساتتون رو باهاش در میون نذارین، گفتیم روح و وجود همسر شما از عشق شما پر نخواهد شد، مملو نخواهد شد. و بعد گفتیم که یه مقدار برای آقایون سخته که افکار و احساسات و آرزوهای خودشون رو بیان کنن. به طور کلی خیلی از ما ممکن تو خانواده‌های بزرگ شدیم که احساسات ما سرکوب شده، اونا هم نمیدونستن. مثلا اگر وضع مالیشون خوب نبوده، بچه اسباب بازی میخواسته، به جای اینکه بگن نه الان نمیشه یا نمیتونیم، خیلی ساده خلاصه یک عالم توضیح میدادن وضعمون اینطوریه، بدبختی و پول نداریم و گرانی و این جور چیزا نمیتونیم، و اونقدر سخنرانی میکردن راجع به این وضع خراب مالی که این بچه اصلا پشیمون میشد که بابا چرا اصلا گفتم آرزوهامو، و احساس گناه میکنه، احساس محکوم بودن میکنه، و در نتیجه کم کم یاد میگیره که آرزوها، احساسات و افکارشو بیان نکنه، و این احساسات سرکوب میشه. و متاسفانه وقتی بزرگ میشه مدت هاست که دیگه با احساساتش تماسی نداشته. بسیاری از ما وقتی به سن بزرگسالی میرسیم یاد میگیریم که احساساتمون رو انکار کنیم، یعنی یاد گرفتیم از بچگی شروع شده و احساساتمون رو انکار میکنیم، و حالا دیگه تماس با عواطف و احساسات خودمون اصلا نداریم. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، شاید بگم آشنا باشین، ولی مثلا ممکنه زنی از شوهرش بپرسه راستی چه احساسی داری راجع به کاری که مثلا برادرت کرده؟ شوهر جواب میده فکر میکنم کار اشتباهی کرده. دقت کردید من چی گفتم؟ خانم میپرسه احساست راجع به این کار برادری چیه؟ مرد میگه من فکر میکنم. یعنی نداره، چون احساسی با تماسی با احساساتش نداره. به جای اینکه بگه همسر پرسید فکر چه فکر میکنی، اون میگه من چه احساس میکنی، شوهر جواب میده من فکر میکنم. پس میبینیم که احساسش رو بیان نمیکنه، بلکه افکارش رو بیان میکنه، چون سالهاست با عواطف و احساسات سرکوب شده به سر برده و سرکوب شده و با اونها هیچ تماسی نداره. پس میبخشین، برای یادگیری هنر حرف زدن در اون گفتگوی متمرکز که گفتیم، اول از همه باید شروع کنیم با احساساتمون تماس برقرار کنیم. گفتیم سعی کنیم احساسات اون روزمون رو شروع کنیم به نوشتن. درس دادیم راجبش، صحبت کردیم تو برنامه‌های قبلی که چقدر مهمه و چه اثر عجیبی داره و چه قدرت عجیبی داره و چقدر باعث شفا هست تو زندگی ها. نامه‌های محبت، ولی این دفعه احساساتتون رو. از در بیرون رفتم، همسایه اومد وقت منو گرفت، دیرم شده بود، عصبانی بودم ولی ولم نمی‌کردم، همینطور داشت حرف می‌زد، توی ترافیک گیر کردم، رسیدم منشی نبود، همه کارا انباشته شده بود. تمام این احساساتتون رو بنویسید، خشم بوده، عصبانیت بوده، نگرانی بوده، ترس و لرز بوده، نرسیدین به بچه‌تون به موقع از مدرسه بگیرین، همه اینها رو بنویسین. کم کم که نوشتین در همون هفته‌های اول متوجه میشین که، و بعد همین احساسات رو که می‌نویسین بتونین با همسرتون در میون بذارین. شروع کنین بگین که آره امروز اینطور شد، اونطوری شد، اینجا عصبانی شدم، اونجا ناراحت شدم، اونجا نگران شدم، اینجا خوشحال شدم، همه رو بنویسین، و بعد از یه مدت می‌بینین که اصلاً وارد شدین تو این نوشتن، و بعد از مدتی می‌بینین که این گفتگوی سازنده چقدر براتون لذت بخشه، منتظرین که همسرتون این رو از شما درخواست بکنه که بغیر از نوشتن اصلا بیا بشینیم با هم حرف بزنیم. اینقدر این گفتگو براتون لذت بخش میشه، چون بعد میتونید نیازهای همدیگر رو بفهمید، بعد میتونید شناخت بیشتر پیدا کنید، بعد میبینین چه لحظات شیرینیه. 20 دقیقه که سهله، در برنامه قبلی گفتیم، شریعه جان گفت 20 دقیقه 20 دقیقه که سهله، به نظر بعضی طولانی میاد، این لحظات لذت بخش خواهد بود. تازه میرسیم به اون رابطه پرمعنی ازدواج. گفتیم ازدواج یه رابطه است، یه پروژه نیست که باید تکمیلش کنیم، یه مشکل نیست که باید حلش بکنیم، ازدواج یک رابطه است، و تازه این رابطه رو در این گفتگوی متمرکز، در این وقت گذاشتن برای همدیگه پیدا میکنیم. ممکنه دو تا شخصیت برخورد کنن به هم، یکی از که پرحرفه و اصلا هرچی گوش میده بلافاصله میره به دیگران میگه، یکی از که ساکته، همه چیز رو فقط ذخیره میکنه، هیچی نمیگه. چنین اشخاصی وقتی به هم میرسن جذب به هم دیگه میشن، چون پرحرفه دوتا گوش پیدا کرده که حرفاشو بزنه، و این ساکته یه نفر پیدا کرده که ایراد ازش نمیگیره، فقط حرف میزنه، از تنهایی درش میاره. ولی چنین اشخاصی بعد از چند سال ازدواج، 5 سال، 8 سال، اینا خسته میشن و پرحرف میگه بعد از 5 سال من هنوز اونو نمیشناسم، چون اصلا اولا فرصت نداده حرف بزنه، اونم اصلا اهل حرف زدن نیست. و ساکته میگه بعد از 5 سال من او رو بیش از حد میشناسم، دلم میخواد دیگه حرف نزنه.
ولم دیگه بسته. دیگه بسته. ولی خبر خوشی هست. حتی برای اونایی که ساکتن، حتی برای اونایی که پرحرفن و به هم میرسن، پرحرفه میتونه گوش دادن رو یاد بگیره. همونجور که گفتیم هنر گوش کردن و اون کسی که ساکته میتونه هنر حرف زدن رو یاد بگیره و با هم به یه تعادلی برسن. و بعد میبینیم که میتونیم اونی که پرحرفه وقتی بذاره برای شوهرش هدیه کنه وقتش رو تا شوهرش هم احساساتش رو بیان بکنه، و اونی که ساکته وقتی بذاره برای همسرش که این وقتی گوش دادن باشه، هنر گوش دادن رو تقویت بکنه تا اون همسری هم که همش حرف زده و شناختی از شوهرش پیدا نکرده بتونه تو این گوش دادن شناخت پیدا بکنه. و اما راجع به هدیه ها صحبت کردیم، هدیه وقت که با ارزشه. امروز در این لحظه میخواییم راجع به هدیه دیگه صحبت بکنیم. در فرهنگ‌های مختلف، اگه فرهنگ‌های مختلف رو رفته باشین، دیده باشین، در سفرها یا مطالعه کرده باشین، مورد بررسی قرار داده باشین، متوجه میشین که در همه فرهنگ‌ها هدیه دادن نوعی ابراز عشق، ابراز محبت. ابراز محبت. یعنی من دوستت دارم، من به فکرتم، من تو رو به خاطر دارم. و میبینیم که در عشق و ازدواج دادن هدیه همیشه یه رسم همیشگی بوده. و حتی کتاب مقدس هم میبینه برای ازدواج، برای حتی شاه شاهان عیسی مسیح هدایا میارن، برای سلیمان پادشاه هدیه دادن، برای سلیمان پادشاه ملک سبا میاد چه هدایای با ارزش میاره، به عنوان یه ملکه داشته میتونسته این کارو بکنه. ولی مهم اون هدیه دادن، حالا با ارزش یا کم ارزش، ولی ارزش معنویش مهمه. پس هدیه چیزی هست که شما در دستتون میگیرید و میگید، به دستتون میرسه، در دستتون میگیرید، نگاش میکنید و میگید او به فکر من بوده، اون منو به خاطر داشت و این با ارزشه. چون دوست داریم مردم به ما توجه داشته باشن، اطرافیان به فکر ما باشن، همونطور که البته خود ما باید این کارو بکنیم. شما برای اینکه به کسی هدیه بدید باید بهش فکر بکنید، باید وقت بذارید، برید مناسب سلیقه‌اش، اون چیزی که دوست داره توجه میکنه. یه هدیه واقعا خیلی چیزا رو نشون میده، خیلی چیزا رو نشون میده، خیلی پشتش هست. فقط یه چیز شی کوچیک دقیقا نیست. فقط فکر هدیه نیست، اینکه فقط به فکر من بوده، بلکه واقعا وقت گذاشتید، رفتید، فکر کردید، بنابر سلیقش، بنابر نیازش یا اون چیزی که دوست داره از لحاظ معنوی روحی رفتید و اون هدیه رو براش فراهم کردید. مهم نیست که چقدر پول صرفش کردین، گران یا ارزان، مهم اینه که به عنوان مظهری از عشق به او هدیه کردید. و میتونیم بقیه این ماجرا رو در فرصت بعدی ادامه بدیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان، صحبتمون رو در مورد هدیه دیگر از سر میگیریم. مینا جان. بله، همونطور که داشتیم صحبت میکردیم راجع به اینکه هدیه دادن نوعی ابراز عشق هست، و بعد توضیح دادیم که مهم نیست حالا چقدر قیمتش باشه، و حتی به یاد میاریم ما مادرها مخصوصا وقتی بچه‌هامون از گوشه چمن یادن از این گلای کوچولوی مارگریت لیلا میگن، چی میگن، میچیدن، میآوردن، کج کله، یکی دراز، یکی کوتاه، تو دستشون له شده، ولی میآوردن به ما میدادن. بچه از اون اول بچگیش میفهمه که میتونه محبتش رو به مادرش با یه هدیه نشون بده. و بعد میبینیم که چقدر شیرین بود برای ما، چقدر اون هدایا با ارزش بود که هنوز یادمون نمیره. حتی ممکنه اون گلی رو چیده باشه که تو حیات خیلی بهش رسیده بودیم، پرورش داده بودیم، نمیخواستیم کسی بچینه، ولی وقتی به عنوان هدیه میآورد به ما میداد دیگه دعواش نمیکردیم، بلکه اون هدیه رو با جان و دل میپذیرفتیم. پس میبینیم هدایا اون نمای دیدنی، اون نماد بصری عشق هست. یعنی به این طریق میتونیم نشون بدیم عشق قابل رؤیت، عشق غیر قابل رؤیت. بله، اکثر مراسم ازدواج شامل هدیه دادن، هدیه گرفتن هست، و در موقع اجرای مراسم ازدواج ممکنه از کسی که این مراسم رو انجام میده بشنویم که مثلا این حلقه ها نشانه های آشکار و نمایان پیوند درونی و معنوی هستن که قلب‌های شما رو در عشق بی‌پایان به هم وصل می‌کنن. یه جمله شاعرانه است، یه جمله رمانتیکه، ولی فقط این نیست.
وقتی این جمله رو میشنویم میبینیم بی‌معنی نیست. این جمله از یک حقیقت مهم داره حرف میزنه و اون اینه که نمادها ارزش عاطفی دارن. وقتی زن و شوهر حتی در مرحله فروپاشی ازدواجشون هست، به جایی میرسن که واقعا دیگه نمیتونن تحمل کنن، حلقه رو از دستشون در میارن وقتی میخوان جدا بشن. هنوز به طلاق هم نرسن ولی حلقه رو در میارن. یا شوهری که وقتی زنش دیگه به جایی رسیده که خیلی ناراحته، حلقه‌شو در میاره پرت میکنه، واقعا اون مردی میگفتش که متوجه نشدم ناراحتی زنمو تا زمانی که حلقه رو در آورد پرت کرد طرف من. تا دو روز به اون حلقه این مرد دست نزد و وقتی هم که دست زد های های گریه کرد، چون دید که واقعا مثل که ماجرا خیلی جدیه و شوخی بردار نیست و این ازدواج داره از هم میریزه. پس این میتونه، میبینیم که این هدایا یا حالا راجع به حلقه صحبت میکردیم، نشانه های بصری عشق در بعضی از برای بعضی از افراد مهمه. برای بعضی اونا بعضی ازدواج میکنن در میارن، بعضی ها نمیدونم تنگ میشه براشون دیگه حتی نمیرن گشاد کنن، در میارن میذارن کنار. شاید زبان عشقشون یا اون نیاز عاطفیشون این نیست، هدیه گرفتن، هدیه دادن نیست، ولی برای بعضیا اصلا محاله، یک لحظه هم اینو در نمیارن این حلقه رو و تا به آخر نگه میدارن. نه تنها حلقه رو بلکه هر هدیه ای رو که همسر میده، اون بستگی داره که اون نیاز عاطفیشون چی هست. ممکنه بعضیا نه، خیلی هم همسرشون رو دوست دارن ولی نیاز عاطفیش وقتی این نیست اصلا زیاد توجهی به هدایا نکنه. کم خرج ترن. کم خرج ترن. پس میبینیم که میشه هدایا رو گران ارزون، میشه اصلا رایگان هدیه تهیه کرد و به دیگری بخشید. میشه درست کرد. میشه درست کرد. میتونه که کار دستی درست کنه. بله، یه جمله بچه‌های عاشقانه نقاشی میکشن یا کار دستی درست میکنن. آدمای بزرگ هم میتونن کار هنری تابلو بکشن یا یه کار خیاطی قشنگ، یه کار منبتکاری رو چوبی. اونی که وضع مالیش خوبه میتونه نشون میده بره بخره. وقتمو گذاشتم، توجهمو گذاشتم، چندین ساعت اون که دیگه بیشتر هنرمو گذاشتم با دستام اینو برای تو درست کردم. اون خیلی با ارزش داره. بله. و واقعا مهم هست برای بعضی ها هدیه گرفتن. امروز شما راجع به بله من هدیه یه قسمتی هست که در مورد افرادی که اینا اهل هدیه دادن هدیه گرفتن نیستن. آدم ها یعنی اینجوری هست، میگن آقا ما از اول بچگیمون نه بابامون هدیه بده و بگیر بود، نه مادرمون هدیه بده و بگیر بود و ما اصلا نمیدونیم این یعنی چی. من اصلا این کار نکردم، حالاش هم نمیخوام بکنم. من. ولی همسر از همه جا بیخبر ایشون که نمیدونسته قبل از ازدواجشون اینطوریه، دوست داره هدیه بگیره. اون علاقهش تو اینه. من. اون تمام نیاز خوشیش عاطفیش با این برطرف میشه. عاطفیش با این برطرف میشه که من هدیه بگیرم. حالا با این شخص باید چیکار کرد؟ یعنی شوهرم اگه به من هدیه بده منو دوست داره. تمام فکرش اینه. و این شوهر بنده خدا اصلا اینجوری بار نیومده. اصلا این بلد نیست، این طرز بیان محبت رو بلد نیست. عزیزان اینجا باید یاد گرفت. اینجا نمیتونیم بگیم من اینجوریم و درست به شوهرم نیستم، چون پدرم اینجوری نبود پس منم اینجوری نیستم. این شخصیت منه و از عوض به شو نیست. نه، باید یاد بگیریم خدا رو شکر بهترین جاست. گفتیم عشق یعنی دادن. بخشش. در عشق بخشش هست، در عشق از خودگذشتگی هست. عشق تغییر میکنه، عشق نیاز طرف مقابل رو در نظر میگیره و اون رو برآورده میکنه. پس بهترین کار اینه که چون مبتدیم در این کار، از زنمون بپرسیم یا از اطرافیان یا از خانواده، خب ظرف چند سال گذشته چی خریدیم که این زن یا مثلا مادرتون یا خواهرتون یا دخترتون، حالا از کی میخوایم بپرسیم، ایشون خوشحال کرد. بعضی میبینیم مثلا این از عطر خوشش میاد، یکی میگه از گل خوشش میاد، یکی دیگه از لباس، یکی دیگه کیف و کفش عاشقشه که گوشواره یکی دوست داره، یکی نمیدونم گردنبند دوست داره، یکی انگشتر دوست داره. و با پیدا کردن این لیست ما میتونیم بفهمیم که طرف مقابل ما چی رو دوست داره. و برعکسش هم هست، افرادی هستن که دائم دوست دارن هدیه بدن و میبینن طرف گرفت گذاشت کنار. یه بار دو بار اوکی، پس اون احتیاج اولیه همسر شما کادو نیست. خوش به حالتون، براتون کم خرج تره. مسلما نیازش به حرف زدن، نیازش به تشویق، نیازش به با هم بودن زیاد خرج نداره، ولی کن اون باور کنید سرمایه گذاری بهتری. یه نکته کوچیک دیگه هست، فقط میخوام بگم بعضی اصلا اهل ولخرجی هست، دوست دارن، لذت میبرن از پول خرج کردن.
خوششون میاد برن بخرن جنس برای خودشون تو خونه خودشون وسایل، یا برن رستوران خرج کنن یا برای دیگری بخرن. یه عده درست مخالف اینه. سرمایه گذاری پس انداز. تمام لذتشون به اینه که من ماه گذشته اینقدر تونستم پس انداز کنم، برای آینده من تونستم این کار بکنم. و این دو نگرش قسمت نسبت به پول، تفریط و افراط. یه تفریط و... حالا هر کدوم خواص خودشو داره. نه مزایای خودش هم داره. مزایای خودشو داره. کسی که خوب خرج میکنه هدیه خریدن براش کاری نداره. تو هدیه خریدن تو خرجاش میره، برای زنش هم میخره. ولی حالا مشکل پیش میاد با اون کسی که اهل سرمایه گذاریه. این شخص اگه کلاشو قاضی کنه میبینه فقط به اون چیزی که خودش دلش میخواد دل بسته. بله. میگه من دوست دارم سرمایه گذاری کنم. من احساس خوبی دارم وقتی اندازه 6 ماه حقوقمو توی حساب پس اندازم دارم. تا 6 ماه اگه اتفاقی برام بیفته من حقوقمو دارم. پس همسر چی؟ مسئله اینه. پس این همسر بنده خدا چی؟ و یعنی... ایشون باید یاد بگیره. بله. چیز میخوای بگی؟ میخواستم بگم اون سرمایه گذاری زناشویی رو فراموش کرد. همینه. بله. صحبت بنده الان همینه که اتفاقا بهترین سرمایه گذاری و سودآورترین سرمایه گذاری برای کسایی که اهل سرمایه گذاری رو پس اندازن، بهترین پس انداز اینه که همسرتو خوشحال نگه داری. عشقی رو که اون آتش کوچیکی هست اون رو بتونی شعله ور بکنی. بهترین سرمایه گذاری اینه که برای همسر هدیه بخری، اون نیازش رو برآورده بکنی و اون موقع میبینی چه سودی برای تو خواهد داشت. چه سودی برای زندگیت، برای آرامشت، برای صلح در خونه و برای کسی که واقعا تو رو دوست داره و جواب عشقی رو که تو به اون نشون دادی رو به تو نشون خواهد داد. این برای افرادی که اهل خرج کردن نیستن و اهل سرمایه گذاریان، بهترین سرمایه گذاری اینه که برای همسراتون کادو بخرید. و یه هدیه عجیبی هست که اهمیت عظیمی برای همسر ما داره، ولی هدیه نامحسوسیه. این هدیه، هدیه حضورتونه، خیشتن خودتون. وقت در وقتی که همسرتون به شما نیاز داره کنارش باشید، نه اون ماجرای وقت گذاشتن 20 دقیقه گفتگوی متمرکز، گاهی وقت حتی در سکوته. بله. ولی اون لحظه همسر نیاز داره کنارش باشید، در موقع زایمان، در موقع مرگ، از دست دادن عزیزان خودش، اون لحظه که فشار روحی و ناراحتی روی همسر هست. خیلی مهمه که حضور داشته باشیم. شنیدم مثلا کسی بود که دائم هر روز برای همسرش گل میفرستاد، گلای گران قیمت تو بیمارستان برای زایمانش، ولی خودش مثلا رفته بود فوتبال بازی میکرد. فایده نداره. اصلا فایده. اون حضور خود شوهر برای همسر، برای اون زن مهم بود. پس لازمه که اهمیت حضور خودمون رو درک کنیم. حتی برای خانم ها خیلی وقتا حضور ما هست. شوهر میاد خونه، دوست داره همسرش باشه. من که واقعا یه کاریه، یه وقت دکتریه، یه چیزی شوهر درک میکنه. ولی خیلی وقتا نیاز شوهر اینه که وقتی میرسه خونه همسر باش. نمیگیم حالا حتما چیزی باید رفت دنبال بچه. الان دور زمان طوری شده که آدم واقعا نمیتونه وقتاش دست خودش نیست. اگر این امکان هست. اگر این امکان واقعا هست. این یه چیزایی هست حساسه مؤثر. برای شوهرمون یا برای زنمون، اونها رو روش دقت کنیم انجام بدیم. پس میبینیم حضور فیزیکی در زمان بحران میتونه بهترین هدیه باشه. این هدیه دیگر میتونه حضور فیزیکی ما هم باشه. بدن شما نماد و نشانه عشقتون میشه و اگر این نماد و این نشانه عشق رو بردارید، احساس عشق از بین میره. اون حضور شما نماد عشقه، مظهر عشقه. اگر حضورتون رو دریغ کنید از همسرتون، این عشق از بین میره و باید مواظب باشید. پس اگر حضور همسرتون براتون مهمه، اینو به زبون بیارید، بهش بگید که حضورت بر من مهمه. انتظار نداشته باشه که اون فکر شما رو بخونه. باید بدونه، شوهرتون، زنتون باید بدونه که حضور شما در این لحظه به طور خاص براش خیلی مهمه. باید یا نوشت تو نامه های محبت آمیز، یا اینکه باید یه جوری حالشون کرد بعد مخصوصا اگه همسرتون درخواست کنه که من واقعا میخوام در این موقعیت، در اینجا، در این لحظه کنار من باشی، اینو درخواست میکنه ازتون، درخواستش رو جدی بگیرید. نگید خب حالا یه بار نکردم دفعه بعد میکنم. درخواست همسرتون رو جدی بگیرید. ممکنه از دیدگاه شما کار مهمی نباشه. یه جاهای من نوعی احتیاج دارم که همسرم کنارم باشه. اگه بگه بابا این کارش، مگه بچه‌ای تو، حالا برو کارتو درست کن، نمیشه. اون لحظه از لحاظ روحی من احتیاج دارم. یک مرد ممکنه درک نکنه.
بله. ولی بله. زن در اون لحظه میخواد شوهر کنارش باشه. خیلی هم حتی الان تو این دور زمونه میبینیم که زنها اصلا خودشون مردن. هر جا میرن به تنهایی هر کاری رو میکنن. ولی از لحاظ روحی معنوی زن در موقعیتی قرار میگیره که نیاز داره به حضور شوهرش. و شوهرش باید در این مورد جدی فکر کنه و جدی تصمیم بگیره. وقتی زن نیازش رو درخواست میکنه که تو در کنار من باش، من الان به تو نیاز دارم، شوهر باید این کار رو انجام بده. چرا که اگه جواب مثبت ندید نتیجه ای خواهید داشت برخلاف میل خودتون. پس خیلی مهمه که ما به نیازهای همدیگه توجه بکنیم. اگر این نیاز دریافت هدیه است، همسرمون باید دقت بیشتری در این مورد بکنه. بله، بخشش بهترین چیزیه که ما در عشق و محبت میبینیم. این که ما بتونیم عشقمون رو با دادن نشون بدیم. گفتیم که عشق از خودش میده، عشق از خودگذشتگی داره. و این که پدر آسمانی ما انقدر ما رو دوست داشت که پسرش رو داد. در عشق این دادن هست، بخشش هست. و یکی از بهترین قسمتاش هم دادن هدایا هست که هممون باید یاد بگیریم، چه کوچیک چه بزرگ، واقعا قیمتش مهم نیست. اون توجه ماست که اهمیت داره. برنامه بعدی ما عزیزان هست تحت عنوان نمادهای دیگر عشق که در برنامه آینده به اون خواهیم رسید. به خداوند میسپارمتون تا جلسه دیگه، تا برنامه دیگه. در دستهای خدای یگانه و مهربان باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.